سلام به همه دوستان خیلی از همراهان کانال دوش پزش تیوی در کامنت ها خواسته بودن که ما اعداد آلمانی رو و یا عدد ها رو با همدیگه کار بکنیم و یاد بگیریم خب در این ویدیو از عدد صفر تا میلیون رو با همدیگه یاد میگیریم البته خب همه رو نمیشماریم یک تا یک میلیون بلکه اون روش خوندنش رو در این دست یاد میگیریم و مثلا بعد از این ویدیو دیگه تمام عدد ها رو حتی عدد های پیچیدارم میتونید به سادگی بخونید. خب نو ما یعنی عدد. درست؟ خب ما از صفر شروع میکنیم. صفر میشه 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 9, 10, 11, 12, 13 میبینید از تا عدد 12 عدد ها هر کدوم عدد خودشو داشتن موقعی که دو رقمی میشه از 10 در از از 13 تا 19 اول عدد دست راست رو میخونید 3 و بعد ده رو بهش میچسبونی در از تو آلمانی عددا رو حالا متاسفانه یا خوشبختانه برعکس میخونن یعنی برعکس انگلیسی دوستان یا فارسی پس میشه 13 14 15 16 17 18 19 20 و یا 20 میتونید آخرش رو گ بگید میتونید ش بگید حالا ولی در زبان هوختوچ یعنی زبانی که زبان بهتر هستش سفانسیگ خونده میشه حالا از اینجا بازم میگیم یک و بیست به بیست میگن یک و بیست اینون سپانسیگ بیست و دو میشه دو و بیست سپایون حالا دیگه برید تا آخر یعنی اول عدد دست راستش رو میخونید و بعد اون دا گانه شو میخونید سی میشه 30 در اینجا مثل همونه یعنی تو اعداد دو رقمی هم اول یکانشو میخونید و بعد دهگانشو میخون یعنی اول میگید پنج و سی میشه 35 سی 35 و, و, و به همین شک تا آخر 40 میشه 40 50 60 70 80 90 یعنی 90 حالا اگر هر اگر 95 بود خب میشه 5 و 90 درسته فون یا فون فون 90 به 100 میگن 100 و یا 100 100 درستشه و تو زبان آمیانه به 100 میگن 100 خب حالا بخوایم بخونیم یه عدد که 100 خورده ای باشه چی مثلا 101 میشه 100 1 101 نیست دوستان 101 و یا 111 در از تمام این اعداد دو رقمی که بالا خوندیم و بعد از 100 جایگزین میکنید خب 120 میشه 120. 20 حالا بریم بالاتر میشه 200 حالا بخوام بگیم 225 و و میشه میگن 200 525 و 20 و... و میشه 525. داداهامون اون 20 کو بالا که یاد گرفته بودیم دقیقاً میاد میشینه بعد از 200 به همین شکل میریم تا بالا 300 400 500 600 700 800 900 و هزار میشه 1000. ایا تاوزند هم میگن در زبان روزمره حالا 1001 میشه 1001 نقطهش اینجاست که اعدادی که چهار رقمی میشن رو اکثر اوقات اینجوری میخوان که میگن 1100 به فرض 1100 رو میشه هم گفت 1100 این ولی این در زبان آلمانی بیشتر اوقات میگن 1100 سپس میگن چقدر پول داری؟ طرف میگه الف ایرو یعنی هزار صد ایرو الف هنداد. یعنی در حالتون اول میگن و چون دو تام صرف داره این ورخ و میشه هندادش رو میخونن حالا چرا اینجوری میخونن و من نمیدونم ولی خب در زبان آلمانی خیلی مسائل هستش که باید همینجوری گوش کنید و یاد بگیرید یعنی دنبال دلیلش نباشید که چرا اونجوریه خب 1100 میشه 1100 حالا اگه بخوایم بگیم 1125 1100 ثابت میمونه بعدش هم میاد 25 1125 من اینجا براتون حالت نوشتارش هم نوشتم که بتونید بهتر یاد بگیرید به 1200 به همین شکل میگن 1200 12 یعنی 12 زد که میشه 1200 و همینجور همجوری میره تا بالا و به فرض 1500 میشه 1500 1500 اگه بخایم بگیم 1550 میگیم 1550 1500 150. به همین شکل میره تا بالا تا سا... به فرض سالهای 1999 به طور مثال این هم به همین شکل میخونن میگن 9100 1999. 1999. بفرض میگن از شما چه سالی به دنیا آمدید؟ از همین سال تولدتون رو دوستان به عنوان تمرین تو کامنت به حالت نوشتاری بنویسید. 1900 و بعدش هم سال تولدتون. مثلا 90 باشید میشه 1990 یا 1995 به همین شکل. میتونید به عنوان تمرین این درس تو کامنت ها سال تولدتون بنویسید خب همینطور بریم بالا 2000 میشه بالا 1000 بود 1000 2000 میشه 2000 1000 یعنی هزار دو هم میگیره جلوش میشه 2000 2010 یعنی 2010 مثل سال 2010 2010 حالا بخوام بگیم 2100 دیگه اون روش بالا که بین هزار تا دو هزار بود و نمیخونن بلکه دیگه کامل میگن 2000 100 و یا سوی تاوزند میبینید دو هزار و سد دیگه مثل هزار و صد خونده نمیشه دوستان هزار و سد رو گفتیم الف ولی دو هزار و سد رو میگن 2000 100 به همین شکل میرین تا بالا دو و میشه 2550 یعنی 2000 و پنج یعنی 500 پنجاه 2550 3000 میشه 3000 به همین شک دیگه میرید تا بالا تا ده هزار میشه 10,000 حالا بخوایم این عدد رو بخونیم چطوریه این نقطه که گذاشتم منیه ممیز نمیده ها دوستان مثل فارسی بلکه برای نقطه برای جدا کردن هر سه تا عدد در زبان آلمانی که بشه بهتر خوندش. ده هزار و سد و, بیس و پنج به همین روشی که یاد گرفتیم میشه سین که نوشتش هم مشاهده میکنید جلوش به همین شکل میدونیم تا بالای بالا میرسیم به عدد 99999 خب اینجا با چند رنگ مختلف نوشتم که آن نکتش هم این هست دوستان موقعی که حالت نوشتاری یعنی با حروف در درست در با بخشتابه ها می عدد رو همه رو سر سرهم بنویسید عدد ها طولانی میشه نوشتنش ولی خب باید که تو آلمانی میتونید عدده رو از هم دیگه تشخیص بدید و بدونید که چطوری خونده میشه من الان رنگاش رو عوض کردم که خون قابل خوندن باشه و یه موقع تصور نکنید من دستم اشتباهی روی کیبورد گیر کرده و همینجوری حروف رو نوشتم خب 99999 میشه 99000 یعنی 99000 900 99 99999 یعنی نو 99, که بعدش چی میشه؟ بعدش میشه میلیون که به آلمانی به یک میلیون میگن آینه میلیون آینه میلیون حالا اگر اون اعداد بالا رو بخوایم تو پایین جایگزین بکنیم هم دیگه روشش رو یاد گرفتید ازش گذر میکنم ولی اعداد بالای یک میلیون رو میلیون جمع میشه میشه میلیونن به فرض پنج میلیون اورو پنج میلیون یورو یا پنج میلیون تومن میشه فنف میلیونن نه فنف میلیون بلکه فلف میلیونن چون جمع هستش خب امیدوارم از دیدن این درس لذت برده باشین دوستان عزیز حالا به عنوان تمرین شما اگه دوست دارید میتونید سال تولدتون رو به طور به حالت نوشتاری تو کامنت بنویسید و یا اینکه یه عددی که دوست دارید و عددش رو بنویسید و حالت حروفش هم بغل دستش به عنوان تمرین بنویسید تا ویدیو بعد بدرود دوستان